سلام رفقا، بالاخره خبر خوبی داره. من بعضی از اتفاقاتی که با نتفلیکس افتاد، سامش افت کرده، مخاطباش رفتن و انیمیشن زده رو کنسل کرد، اما یک ویدیو منتشر کرده مخصوص انیمیشناش، اینکه کلا چه پروژه داره میاد، ادامه چند انیمیشن قراره بیاد و کلا چند انیمیشن جدی قراره بیاد. اوضاع خیلی خوبه و با اون ویدیوش ما کلا امیدوار شدیم که قراره اتفاقات خوبی بیفته، انیمیشن خوبی بیاد. کلا تو این ویدیو میخوام ببینیم که اون انیمیشن که ما روش زوم کنیم و کلا دوبارهش باشیم، منتظرش باشیم چند انیمیشن هستن و کلا چقدر میتونن خوب باشن. نتفلیکس با این ویدیو نشون داد که چند انیمیشن قراره بیاد، چند انیمیشن اومده و کلا وضعیت انیمیشن تو نتفلیکس چجوری هست. کاش درست بوده، چون بعضی اتفاقات که افتاد، اون همه حرف که انیمیشن دارن کنسل میشن، اوضاع انیمیشن خرابه، اما این ویدیو بهش کمک کرده. اما این نکته داره، اینکه انیمیشن که داره نشون میده بیشترشون کلا فصل جدید هستن و دنبال هستن، انیمیشن جدید نیستن. این نکته مهمی هست که میتونیم ببینیم. اما بعضی انیمیشن جدیدن، مثل همین بتل کیتی که خب یکی از انیمیشن هست که نباید روش خیلی تمرکز کنیم چون نمیتونه جالب باشه، اما دیگه این جدیده، انیمیشن جدید هستن. اما از اون طرف انیمیشن جدید دیگه میتونیم ببینیم که واقعا عالیه، مثل کونگ فو پاندا. اینکه واقعا دیگه خبرش اومده بوده و همه دوستش داشتن، همه چیزش هم اوکی، از سازنده بگیر و خود گوینده، خود صدا پیشه، همه چیز اوکی، وینم قرار بیاد معرفی شده. این خیلی عالیه که کونگ فو پاندا داره ادامه پیدا میکنه به وسیله خوب انیمیشن سریالی، سینماش که عالی هستن. اما دیدیم که در همین سالا که کل انیمیشن پاندا کونگ فو سینماش میومد، اما از اون طرف میتونستیم ببینیم که خب سریال داره میاد، دینورس کارش خیلی عالیه، چون وقت انیمیشن سینمایی پخش میکنه به همراهش انیمیشن سریال میاد، این سریال خیلی قویه و واقعا ضعیف نیست. جدیدترین انیمیشن پاندا کونگ فو کار که الان دیگه نتفلیکس معرفیش کرده، کونگ فو پاندا دراگون نایت شالش دا، که خوبه میخواد پخش بشه تو نتفلیکس و قبلا هم کلا خبرش داده بودن که اوضاعش خوبه، داره میاد، قبلا خبرش داده بودن. اینجا میتونیم یه نگاهی داشته باشیم بهش که چجوریه، کیفیتش انگار خوبه، بد نیست، گرافیک خوبی داره و میتونیم ببینیمش. مثل همون انیمیشن سری که قبلا پخش میشه همون طوری کنم اوکی بوده، این خوبه. اما باید به این نکته توجه کرد که خب بعد از این انیمیشن سینمای دیگه هم داریم، این که اوکی میاد و انیمیشن خوبیه باید دید، اما انیمیشن سینمای دیگه داریم یا نه، این میتونه انیمیشن سریال خیلی خوبی باشه که دنباله رو اوکی کنه، نه اینکه خب دنباله رو خودش بسازه و انیمیشن سینمایی باشه، داستانش خب رب داشته باشه، اینطور نه. چون تا جایی که من یادمه کلا انیمیشن سریال دریم ورکس ربط داستان خیلی زیادی به انیمیشن سینمایی ندارن، کلا رب ندارن، که خب انیمیشن سریال زیاد داده، انیمیشن سینما زیاد داده، اما سریالی اصلا ربط داستان ندارن و کلا ازشون یادم نمیشه. انیمیشن پاندا کونگ فو کار شعله اجدا قرار تابستون بیاد و باید منتظرش باشیم، و خب زودم میاد دیر نمیاد، اول تابستون، و این خیلی خوبه، تابستون شروع شده، انیمیشن جدید خفن، این عالیه و میتونیم ببینیم. و اینکه این انیمیشن که اینجا معرفی شدن بیشترشون دنباله هستن و انیمیشن جدید نیستن، شعله اجدا میشه گفت جدیده و داره ساخته میشه و پخش میشه، این جدید دنباله نیستن، فصل دوم نیستن، از اول شروع میشه، فصل اولشه. اما انیمیشن دیگه جور دنباله هستن، مثل دکاپت شو که اینم خود دنباله است، فصل دومش داره میاد و خب اینجا معرفی کردن. و اینکه دراگون پرنس اونم فصل جدیدش داره میاد، اونم معرفی کردن، انیمیشن جدیدی نیست. همین انیمیشن بتل کیتی جیده که خیلی خفه به نظر نمیاد، انیمیشن معمولیه، بزرگ نیست، معمولیه. انیمیشن دیگه که میتونیم ببینیم و جیده دنیل اسپل باوند، اینم جیده. یا تا انیمیشن دیگه میتونیم ببینیم که مثل ساموره رابیت، اینم به نظر جالب میاد، خرگوش که ساموره بد نیست. انیمیشن دیگه کلا دنبال هستن، مثل باس بیبی دنبال هستن، میگن جیده، همون دنبال اینو میشناسم چون کلا دنبال همون انیمیشن سریالیه، همون طوریه، گرافی همه چیزش، فقط دیگه چون انیمیشن قسمت دومش اومده اینم دارن میسازن و خب میتونه خوب باشه، چون سرش خوب بود، اون خوب بود، اینم میتونه خوب باشه. دینورس کلا انیمیشن سر خوبی میسازن. انیمیشن دی باست بیبی بکن کرایب یا بچه رئیس بازگشت به گهواره قراره بیاد، و اینکه قسمت دوم انیمیشن سینماش اومد و الان دیگه اینو میسازن، دینورس همینطوریه. و یه مشکلی داره که عجیبه، چون تو قسمت اول که خب تموم شد انیمیشن سینماش، یه سر ساختن که اونجا بچه رئیس کوچیکه و طبیعیه، اینجا دیگه تو قسمت دوم بزرگ شده بود، اما اینجا تو این سر دوباره کوچیکه، باید کار انجام بدن و کلا باید خوب اون هر لحظه کوچیک کنن تا انیمیشن دوم داشته باشه. اسمش هم خوب میخوره به سریال، بازش به گهواره، این دوباره بچه میشه، اوکی بد نیست. این انیمیشن سریالی زودتر میاد، زودتر از پاندا کونگ فو کار، این 19 می میاد، یعنی تقریبا دو هفته دیگه. تو این ویدیو فصل دوم انیمیشن گرین اگز ها معرفی شده که خیلی خوبه، چون کلا داستان جالبه، انیمیشن فانه، اوکی ببینیم، خیلی حال میکنیم و فصل اولش خوب بوده و دنبال داره فصل دومش که الان دیگه معرفی شده و شاید فصل سوم داشته باشه معلوم نیست، اما داستانی رو که باید بگه و خیلی اتفاقات فانی میفته، اگه نمی حتما ببینید، انیمیشن خیلی خوبیه. انیمیشن دیگه که قرار بیاد مثل شارک داگ، مای داد بونت هانتر، دد اند، اینا قرار بیاد، یا مای لیتل پونی که خب اینم قرار
بیا و من واقعا خیلی تعجب میکنم که با همین اسم برند دارن ادامه میدن. اصلا با همون موقع تمومش میکردن، اینا واقعا الکی که دارن میسازن، اصلا جالب نیست. و اینکه خب همینا هستن، بازم هست مثل پوکمون مستر جورنیز، اینم میاد و خب کلا خوبه، کلا دیگه دارن انیمیشن میاد و وضعیت انیمیشنش خوبه و داره میره جلو و خیلی بد نیست. این ویدیوی سورپرایز هم داشت، اولین نگاه به انیمیشن سونیک پرایم، انیمیشن جه سونیک که اینجا چند لحظهش نشون دادن، چند ثانیه، 13 ثانیه و خب بیشتر نشون دادن همینه که بعدم نبوده. تونست ببینید کیفیت چجوریه و کلا گرافیک چجوری هستن و بد نیست، مثل بازیشه، مثل بازیشه. میتونستن کلا یکم جالب‌تر کنن اما خب همینم هم بد نیست، خیلی خوبه. و خب سونیک پرایم کلا انیمیشن جیده و سونیک انیمیشن زیاد نداره، انیمیشن زیاد نداره، بیشتر بازی داره. و الان انیمیشن معرفی کردن که خیلی خوبه. کلا این سال پیش بود که چند تا اولی لو رفته، این که خب در مورد سونیک دو انیمیشن میسازن و نتفلیکس داره میسازه، لو رفته بودن ترا که ترا خیلی باحال بودن. تونستیم یه ذره از داستان متوجه بشیم که کلا بین دنیاییه و باحال بوده. حالا میتونیم اول نگاهو ببینیم که چه جوری هستن. خب میتونیم ببینیم خیلی بد نیست، گرافیکش خوبه و خیلی مالیه، میتونه داستان خیلی خفنی باشه و هم منتظرشن چون کلا سال خیلی خوبه سونیک. فیلم سینمایی، فیلم سینما موفق، قسمت اول دوم موفق و خوبه. الان دیگه کنم بازیاش و الان انیمیشن خیلی اوضاعش خوبه. نتفلیکس با اینکه اوضاعش بده نشون داد که انیمیشن هنوز در جریانن و اوضاعشون خیلی فاجعه نیست. انیمیشن خوب هنوز دسته و اینکه داره ادامه میده انیمیشن که قرار بود ادامه بده و کل انیمیشن قولش داده بود ساخته و میخواد پخش کنه و اوضاعش خیلی بد نیست. اوضاع خوبی داره انیمیشن، اوضاع خوبی داره تو نتفلیکس، هنوز فاجعه نشده اینکه همشون کنسل کنه. خیلی فکر میکنن که سونی کنسل میشه و کلا خوب از اون موقع تا الان خیلی فکر میکنن که کنسل میشه، اینطور نشده و قرار پخش بشه و خبری نیست از کنسل شدنش، کلا رسمیه و اوضاعش اوکیه. چون یک سال بود که در مورد سونیک پرایم حرف میزدن و خیلی زایی میشد که نسازنش. نتفلیکس برای ساخت انیمیشن سونیک پرایم داره با سگا و والبرین استودیو همکاری میکنه، اما خیلی جالب که بدونید داره با مانافکشن انترتینمنت هم کار میکنه و کلا با هم دیگه دارن انیمیشن میسازن. مانافکشن سازنده انیمیشن بنتنه، کلا که داره خیلی خفنه و خیلی خوب که داره همکاری میکنه برای ساخت انیمیشن، کلا میشه بهش امید داشته چون کارش خیلی خفنه و اینکه نتفلیکس هم جای خیلی خوبه که ایداشو اونجا پیاده کنه. سونیک پرایم با اینکه معرفی شده اما هنوز نگفتن که کی میاد، هنوز نگفتن، تاریخ معلوم نیست که چه نامید کننده است. شما منتظرم تو تیلرشو بدن بیرون موقع بگن که منطقیه، اما دیگه خیلی گذشته و این ویدیوام که دادن بیرون بهتر بود میگفتن، اما با این اوصاف دیگه خیلی نزدیکه، خیلی با منتظر باشیم. با این حساب انیمیشن خوبی که داره از نتفلیکس میاد و با منتظر باشیم و اونا رو دنبال کنیم. چند انیمیشن هستن؟ همین پانل کونفوکار، شالجدا، اینه و خب همین سونیک و باس بیبی، اینا رو دنبال کنیم چون انیمیشن خیلی قوی هستن و خیلی سرگرم کننده. و باز انیمیشن هست که میتونیم ببینیم و جیدن، اینا رو باید کلا ببینیم چجوری هستن وقتی بیان، اون موقع میتونیم نظر بدیم. خب رفقا دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه من بودید، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیوهای بعد. خدا نگهدار.